حشم، هشم پاسخ میفرماد در پاشا این هفته راسولی میقداش و شاخنتی به تخام برای من یک جایی رو بسازید که من بیام در اونجا سکنا داشته باشم هشم میخواد که از تمام دنیا بیاد کجا بیاد در میون ملت اسرائیل چرا گفته به تخام و بگی یه جایی درست کنید که در اونجا زندگی کنم به تخام یعنی هر جا من میتونم باشم که همه جا هستم ولی میخوام پیش شما باشم شخینام بیشتر در خونه های شما باشه مثالی میارن خخامیم یک پادشاهی بود که سه تا دختر داشت دختر اول خواست ازدواج کنه از خونه بره از پدر دور بود گفت پدر میشه من تاج تو رو داشته باشم که بذارم توی خونم همیشه نگاه کنم و یاد تو باشم پادشاه با کمال میل این تاج رو به دخترش داد دختر دوم خواست ازدواج کنه گفت پادشاه پدر من یکی از بهترین لباسات رو من میبرم میذارم تو خونم همیشه نگاه میکنم بوی تو میاد اون, اون شکل تو رو همیشه در نظر دارم بهش میده دختر سوم در ازدواج میکنه میگه بابا من نقشه این خونه رو میخوام این قصری که تو داری نقشهش رو میخوام پادشاه میگه میخوای با این نقشه چه کار کنی گفت موقعی که ازدواج میکنم میخوام یک قصر یک خونه داشته باشم عین خونه تو هر جا میرم تو هر اتاقی میرم از پله ها میرم بالا هر جا میرم شکل تو و و اون صورت تو رو بیاد دارم همیشه با من هستی چون این خونه شکل خونه ای تو داره ما خونه هامون ربوتای مثل به تمیق داشت هست باید حس کنیم که خونه هشم هست هر جا میریم مزوزا داره سیدو روی میز گذاشته خومش یه جا دیگه گذاشته یه سفر دیگه گذاشته تمام خونهمون. از قدوشا و تهرا عکس ربانیم بر دیوار است نه اینکه خسر شالوم بریم عکس افرادی که تو فیلم بازی میکنن یا فوتبال بازی میکنن چی از اینها بلکه قدوشا و تهرا عکس آراف خافز خیم هست عکس ها وادی یوسف هست چیزهایی که ما رو به قدوشا بیاره دوستان گرامی اگر ما هر لحظه به فکر حشم باشیم شویتی هشم لنگدی تامید که می بله موت اگر هر دقیقه ما با هشم هستیم اون خونه ای که خونه ای هست که اسم هشم رو داره و حضور هشم رو در, در خونه هست مطمئن باشیم که همیشه افراد اون خونه سالم و سلامت و از هر گزندی محسون هستن شالا مرخواه